درود و سلام بر شنوندگان عزیز، از همه شما در این برنامه رسانه های اجتماعی سرویس فارسی برون مرزی آلیندی رادیو استقبال می نماییم. اینک توجهتان را جلب می نماییم به آخرین اخبار جهان. گوینده اخبار آقای شمس شیربانی. با عرض سلام، نخست توجه بفرمایید به سرفصل اخبار. ونکیا نایدو نائب رئیس جمهوری هند گفت که تروریسم یک تهدید جدی برای دموکراسی، آزادی منفرد و پیشبرد اقتصاد جهانی می باشد. بنگلادش قراردادی را با انستیتیوی سروم هند برای خرید واکسن کووید 19 امضا کرده است. آنجلا مارکل صدر اعظم آلمان اقدامات سرسختی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کرده است. نریند مودی نخست وزیر هند به خاطر به زمین نهادن سنگ بنیاد پروژه های متعدد عمرانی از گجرات دیدن می کند و میزان بهبودیابی ملی کووید 19 در هند به 94.98% رسیده است. و اینک مشروع اخبار. ونکیا نایدو نائب رئیس جمهوری هند گفته است که تروریسم یک تهدید جدی برای دموکراسی، آزادی انفرادی و پیشبرد اقتصاد جهانی که ارزش های اصلی تمدن حال حاضر محسوب می شوند می باشد. طی یک پست فیسبوک به مناسبت سال روز حمله تروریستی سال 2001 بر پارلمان هند، نایدو گفت که 13 دسامبر یک یادآوری خشن از تهدید تروریسم و خصومت علیه ارزش‌های دموکراتیک و آرمان‌های اقتصادی می باشد. حین مبذول توجه هند به سازمان ملل جهت اتخاذ کنوانسیون وی علیه تروریسم، نائب رئیس جمهوری هند گفت که کشورهای متعددی از سرتاسر قاره های جهان از صدای هند در این خصوص حمایت می کنند. دولت بنگلادش در روز یکشنبه قراردادی را برای خریداری 3 میلیون دوز واکسین آکسفورد استرازینیکا با انستیتیوی سروم هند به امضا رسانید. واکسین مذکور در 6 قسط 5 میلیون دوز هر کدام قسط به بنگلادش تهیه خواهد شد. طبق خبرگزاری UNB، وزیر بهداشت بنگلادش زاهد ملک بعد از امضای قرارداد مذکور به اطلاع رسانه‌های گروهی گفت که واکسین مذکور در خلال آزمایش. طبق خبرگزاری UNB، وزیر بهداشت بنگلادش زاهد ملک بعد از امضای قرارداد مذکور رسانه‌های گروهی را مطلع ساخت که واکسین مذکور در خلال آزمایشی در کشورهای مختلف محفوظ به اثبات رسیده است و برای بنگلادش مناسب می باشد. وزیر نامبرده گفت که دولت آن کشور با کشورهای دیگری برای خریداری دوزهای بیشتری واکسین کووید 19 در مذاکره قرار دارد. آنجلا مارکل صدر اعظم آلمان اقدامات سرسخت را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام نموده است. خانم مارکل به روز یکشنبه اعلام نمود که اغلب فروشگاه‌ها از 16 دسامبر همراه با مدارس و مراکز مراقبتی حداقل تا 10 ژانویه به خاطر جلوگیری از موج دوم پاندمیک کرونا تعطیل خواهند ماند که تعداد بی سابقه‌ای عفونت‌ها و مرگ ناشی از این بیماری همگیر را مشاهده می نماید. نریند مودی نخست وزیر هند به خاطر بنیانگذاری پروژه های متعدد عمرانی در دوردو بخش کچ در تاریخ 15 ماه جاری دسامبر از گجرات بازدید خواهد کرد. پروژه های مذکور شامل یک کارخانه نمک زدائی، یک پارک انرژی قابل تجدید ترکیبی و یک کارخانه خودکار کامل فرآوردهای شیر و بسته‌بندی آن می باشد. گجرات اقدامهای چشمگیری را جهت منتقل ساختن آب دریایی به آب آشامیدنی با کمک کارخانه نمک زدائی آتی در ماندوی بخش کچ اتخاذ می کند. کارخانه نمک زدائی مذکور با یک ظرفیت 100 میلیون لیتر روزانه تأمین آب در آن ایالت را با کمک شبکه نارمادا و شبکه سونی و زیربنایی فاضلاب تصفیه شده تحکیم خواهد بخشید.
و آن یک سنگ میل مهمی جهت کشف منابع آب ارزان و مداوم در کشور شمرده خواهد شد. نرخ ملی بهبود از کووید 19 به 94.93% در هند رسیده است. وزارت بهداشت حاکی است که در ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 33 هزار نفر از آن بیماری بهبود گشته اند. از این طریق جمع کل بازیافتگان به بیش از حدوداً 9.4 میلیون نفر می باشد، در حالی که گزارشات جدید از افراد مبتلا به این بیماری در ظرف 24 ساعت گذشته به 30,254 نفر به دست رسیده است که موارد جمع کل کشور را به 9,858,029 نفر رسانیده است. 391 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته از این ویروس جان باخته اند که تعداد کل افراد جان باخته به 134,019 نفر می باشد. موارد فعال کنونی به 356,546 نفر گزارش شده است. بانک بین المللی نسبت به تلاش های هند جهت نونمایی و نظافت رودخانه ابراز ستایش کرده است. متخصص ارشد آب و بهداشت بانک بین المللی برای بازسازی و توسعه گفت که بانک مذکور از تمام کارهای انجام گرفته در هند بسیار مفتخر می باشد. چه کسی تصور می کرد که 5 سال قبل 550 میلیون نفر از مدفوع در فضای باز در آن کشور خودداری خواهند ورزید؟ او اضافه نمود که یک انتقال وسیع در رویکرد دولت هند از مبذول توجه فقط بر توسعه زیربنا به انجام دادن کارها به اتفاق مردم و به دست آوردن یک تغییر رفتاری مشاهده شده است. مدیر کل ماموریت ملی برای تصفیه رود گنگ موفقیت ماموریت نمامی گنگه را به تیم خود و داوطلبین دانشگاهیان و سازمانهای متعدد خودیار منصوب کرد که برای آرمان تصفیه رود گنگ به طور مداوم کار می کنند. ژان لوک ره، رمان نویس که سابقا یک جاسوس بوده و برای داستانهای هیجان آور جنگ سرد شهرت را به دست آورده بود، در سن 88 سالگی دار فانی را ودا گفت. مطابق دلال ادبیاتی او، لوکوره در کرومول جنوب شرق انگلیس به دنبال یک عارضه کوتاهی در عصر شنبه درگذشته است. لوکوره همسر و 4 پسر را پشت سر گذاشته است. خانواده او طی یک بیانیه کوتاهی حاکی است که وی به علت سینه پهلویی جان باخت. نویسنده مذکور که اسم اصلیش دیوید جان موره کورنول داشته، 25 رمان و یک یادداشت نامه در دوره زندگانی 60 سالهش نوشته و تقریباً 60 میلیون کتاب در سراسر جهان فروخته بود. در یک عملیات مشترک پلیس جموں و کشمیر، ارتش و شبه نظامی CRPF در ناحیه پوشانا واقع در بخش کوهستانی پونچ، 2 تروریست پاکستانی کشته شدند و یک همدست دیگری دستگیر گردیده است. تروریست های کشته شده به اسامی ساجد و بلال شناخته شدند. سلاح و مهمات از تصرف آنها کشف و ضبط شده اند. 6th مرحله رایگیری برای شورای توسعه بخش در سرتاسر جموں و کشمیر، منطقه تحت قلمروی مرکزی، دیروز با اخذ بیش از 51.51% به طور بلامانه به پایان رسید. حین خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی دیروز در جموں، کی شارما کمیسیار انتخابات ایالتی گفت که درصد رایگیری در جموں 68.56 بوده و در دره کشمیر تعداد آن به 31.55% ثبت رسیده است. پایان اخبار از رادیو دهلی. شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است تحت عنوان به عقیده نخست وزیر هند روستایی محرک اقتصاد قرن 21 خواهد بود. نویسنده مانیش آنند و گوینده شمس شیروانی.
جریان داخلی وجوه هنگفتی خارجی به هند با سرعت به یک نشانه جهندگی اقتصاد کشور مبدل می گردد. در زمانی که ویروس جانگیر کووید 19 قدرت‌های جهان را به زانو در آورد، هند به راه اصلاحات پرداخت و نخست وزیر نریندر مودی واضح ساخت که هند روستایی محرک اقتصاد قرن 21 خواهد. طی یک پیام واضح به جامعه بازرگانی هند، نخست وزیر مودی تاکید بر آن داشت که مرحله بعدی رشد اقتصاد از نواحی روستایی به وجود خواهد آمد. نصف اکوسیستم شرکت‌های نوپا در هند غرق کارآفرینیان ناشی از مناطق شهرستانی و شهرهای کوچکی می باشند. دولت یک برنامه عمده را جهت گستردن امکانات شبکه وای فای عمومی در سرتاسر کشور به راه انداخته است. با محرک ساختن اقتصاد از طریق اینترنت، با ارائه کمک به منسجم کردن زنجیره تدارکاتی، قسمت‌های روستایی کشور بدون شک برای به دست آوردن یک صحنه مرکزی در قرن 21 میلادی امیدبخش می باشد. برنامه پی ام وانی یعنی شبکه اینترنت به خاطر مروج کردن گسترش باند پهن یا به اصطلاح براد باند بدون شک با بالقوه پروراندن کارآفرینان نسل آینده هند برخوردار می باشد. حین خطاب به 93 جلسه عمومی سالانه فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع، مودی به درستی گفت که جامعه بازرگانی نباید فرصت‌های موجود در هند روستایی را از دست بدهد. مفهومش بلاشک اصلاحات منتظره دیرینه کشاورزی می باشد. با اتخاذ اقدامات برای آزادسازی تجارت کشاورزی از تمام موانع، کشاورزان هندی فرصت حتمی را برای مبدل شدن به یک قسمت زنجیره تدارکاتی جهانی به دست می آورند. آن بلاشک وظیفه سرمایه گذاری خصوصی خواهد. کسب مقام سودمند در زنجیره تدارکات مواد غذایی جهانی منحصر بر توانایی های هند جهت مدرنیزه سازی اساس اقتصاد روستایی خود خواهد بود. سردخانه ها، پروسه سازی غذا، میکانیزه سازی و آبیاری خرد زمینه های مهمی منتظر سرمایه گذاری خصوصی اند. نریندر مودی نخست وزیر هند وضوحاً اظهار داشت که سرمایه گذاری خصوصی درهای جدیدی را برای کشاورزان به خاطر دگرگونی کیفی در زندگانی آنها باز خواهد نمود. دو ربع گذشته به این تاکیدهای نخست وزیر نسبت به سهم کشاورزی در تولیدات ناخالص داخلی که مثبت بوده است اعتبار می بخشد. در پرتوی شکلگیری هزارها سازمان کشاورزان تولید کننده، وقت بازرگانی کشاورزی فرا رسیده است که آن واقعاً به ارتفاعات جدیدتر برسد. با اینکه هند سرمایه گذاری مستقیم خارجی بی سابقه ای را در دوران بیماری همگیر کووید 19 به دست آورده، اعتماد سرمایه گذاران خارجی در هند را به اثبات می رساند. صلاحیت هند نسبت به نگهداری از میلیون ها طبقه آسیب پذیر به علت محدودیت های ناشی از این بیماری همگیر تحت تأثیر قرار گرفته. باز هم این در سراسر جهان مورد تحسین و آفرین قرار می گیرد. در آوردن مردم فقیر برای پرداخت از طریق نمره آدار بایومتریک واقعاً منجر به انتقال منافع مستقیم بلامانه به آنها گردیده است. نریندر مودی نخست وزیر هند گفته است که دولت با روحیه ایجاد پلهای به جای دیوار برای هر کدام بخش در اقتصاد کار می کند. این واقعیتی است که بسته هند متکی به خود موسوم به آتمنربھر بھارت منسلک با تحکیم هر کدام بخش به خاطر مجاز ساختن آنها به ایفای نقششان بر حسب بهترین صلاحیت ها می باشد. نخست وزیر مودی گفت که اصلاحات روی هم رفته به بخش تولیدی، شرکت های متوسط و کوچک، کشاورزی و فناوری و مستغلات رسیده اند. اقتصاد نمی تواند با کارکردگی یک یا دو بخش
بدرخشد. نخست وزیر اظهار داشت که همه بخش ها به طور مساوی مورد توجه قرار داده شده اند. نیز یک رویکرد الگویی در دولت های ایالتی مشاهده شده است و آنها جهت جلب سرمایه گذاران اقدامات استثنایی را اتخاذ می کنند. آن یک فال نیکی است، چون که نیرو به محرک اقتصاد قرن 21 از ایالت ها آمده است.